گذشته نگر همه گیری، نقش چین در گسترش کووید 19 و درس های آموخته شده. کووید 19 در ووهان چین آغاز شد. در حالی که منشا واقعی کووید 19 هنوز بحث می شود، در قرن 20 چندین بیماری از جمله ابولا، مرس و سارس از خفاش ها سرچشمه می گیرند. مانند این بیماری ها، ویروس کرونا در حیوانات منشا می گیرد، در آنها تکثیر می شود، اما می تواند بدون میزبان نیز تکثیر شود. ویروس کرونا همیشه در حال تبدیل شدن به سویه های مخفی جدیدتر است که حتی پس از بهبودی کامل از سایر سویه ها می توانند ما را آلوده کنند. بشریت بدون توجه به غلبه بر سایر رشته های ویروس کرونا می تواند بیش از یک بار مجدداً آلوده شود. نگهداری از افراد و حیوانات وحشی در محله‌های نزدیک. چین یکی از پرجمعیت ترین کشورهای جهان است. اعتقاد بر این است که شیوع اولیه کووید منفی 19 از یک بازار مرطوب که در آن حیوانات برای مصرف فروخته می‌شد، سرچشمه گرفته است. 1. این بازارهای مرطوب امکاناتی هستند که برای تجارت حیوانات وحشی مورد استفاده قرار می گیرند که همگی در فضاهای کوچک در محله های نزدیک قرار دارند. 1. بهداشت در این بازارها و جداسازی این حیوانات حامل ویروس ممکن است گسترش ویروس ها را در دنیای مدرن کاهش دهد. هیچ کس از کووید 19 در امان نیست. آنفولانزای اسپانیایی 1918 بسیار کشنده بود، زیرا حتی افراد سالم را نیز تحت تأثیر قرار می داد و به راحتی گسترش می یافت و می کشد. مشابه کووید 19، هیچ کس از کووید 19 در امان نبود. کووید 19 و سایر کرونا ویروس ها هم افراد سالم و هم ناسالم را آلوده می کنند. همه ما باید انعطاف پذیر، آگاه و فعال بمانیم تا اقداماتی را برای کاهش اثرات و کاهش گسترش آن انجام دهیم. بهبود اثربخشی جهانی در برابر بیماری‌های همه‌گیر. برای بهبود اثربخشی جهانی در برابر بیماری‌های همه‌گیر مانند کووید 19، به ویژه دولت‌ها و سازمان‌های ما در سراسر جهان باید درس‌های آموخته شده از تاریخ چین، تاریخ ایالات متحده و تاریخ جهانی را در نظر گرفت. بهبود شرایط زندگی و بهداشت. اگر شرایط زندگی و بهداشت جهانی را بهبود بخشیم، از شیوع بیماری‌های واگیردار جلوگیری می‌شود. همانطور که در مقالات دیگر من توضیح داده شد، با داشتن بار ویروسی کمتر برای این بیماری ها، ما به بدن خود این توانایی را می دهیم که بهتر با بیماری ها مبارزه کند. به همین دلیل است که ما باید استانداردهای خود را بهبود بخشیم و بهداشت خود را بهبود بخشیم. با انجام این کار هم می توانیم از گسترش بیماری جلوگیری کنیم و هم از پیامدهای مرگبار سیستماتیک در بدن خود جلوگیری کنیم. بشریت در سطح جهان باید برای بهبود دسترسی به آب پاک، امکانات بهداشتی کافی، پاکسازی محصولات پاک کننده و همچنین محصولات و امکانات بهداشتی تلاش کند. در سطح جهانی، بشریت باید اطلاعات و تحقیقات بیشتری را به اشتراک بگذارد تا اقدامات بهبود یافته توسط همه را تقویت کند تا کشورهای در حال توسعه ناآگاه را نیز شامل شود. با به اشتراک گذاشتن این اطلاعات، بشریت می تواند شیوه های بهداشتی را بهبود بخشد و از بهبود شرایط زندگی در چارچوب قوانین و استانداردهای محلی در سراسر جهان اطمینان حاصل کند. کمپین های آموزشی و برنامه های اطلاع رسانی جامعه باید بخش مهمی از تضمین مؤثرترین تغییرات جهانی در اینجا باشد. ما به تغییرات سیستماتیک در سبک زندگی خود نیاز داریم که توسط دولت‌های ما حمایت و اجرا شود. دولت‌های ما باید از ما محافظت کنند. از سلامت و ایمنی خود محافظت کنیم. دیگر چرا مالیات می‌دهیم؟ ویروس‌ها بدون علامت پخش می‌شوند.
ویروس ها بدون علامت پخش می شوند، بنابراین مهم است که قرنطینه کنید، ماسک بزنید و از نظر اجتماعی از دیگران فاصله بگیرید، صرف نظر از اینکه آیا علائمی دارید یا خیر. کنترل تراکم جمعیت در فرودگاه ها و مناطق شهری. فرودگاه ها مراکز بزرگی هستند که در آن افراد زیادی در سراسر جهان گرد هم می آیند و سپس بیماری ها را با سرعت بسیار غیر قابل کنترلی گسترش می دهند. به منظور کنترل مؤثرتر گسترش بیماری ها، دولت ها و سازمان ها باید به طور مؤثرتری اقدامات را در فرودگاه های ما تنظیم و اجرا کنند. بلکه در مناطق شهری ما نیز وجود دارد. برای کنترل تراکم جمعیت در فرودگاه ها و مناطق شهری، بشریت باید تعداد مسافران مجاز در پروازها را محدود کند. در زمان کووید 19، من از تجربه خود در پروازهای خطوط هوایی آمریکا حیرت زده بودم، زیرا وقتی همه این افراد بر اثر کووید 19 میمیرند. شرکت تک صندلی های پرواز را فروخت و پر کرد. این بسیار غیر اخلاقی است، زیرا آنها به عنوان یک شرکت بیشتر به منافع اقتصادی خود اهمیت می دادند تا به زندگی مشتریانی که به آنها خدمت می کردند. در عوض شرکت ها فقط باید هر صندلی دیگر را پر کنند. این اقدام باید توسط مقرراتی که توسط دولت ها در مواقع نگرانی اجرا می شود، اجرا شود. هنگامی که تک کشورها و مناطق را در معرض خطر بالاتری قرار می دهند، این مقررات باید به طور خودکار اجرا شود. همه خطوط هوایی در سطح جهان باید نوعی مقررات مانند این را برای اطمینان از سفر ایمنتر و کاهش شیوع بیماری ها در مواقع نگرانی اجرا کنند. هنگامی که تک کشورها و مناطق را در معرض خطر بالاتری قرار می دهند، این مقررات باید به طور خودکار اجرا شود. همه خطوط هوایی در سطح جهان باید نوعی مقررات مانند این را برای اطمینان از سفر ایمنتر و کاهش شیوع بیماری ها در مواقع نگرانی اجرا کنند. فاصله بین ترتیبات صندلی در حمل و نقل عمومی باید طبق قوانین و مقررات الزامی شود. به همین ترتیب باید قوانین و مقرراتی وجود داشته باشد که حداکثر الزامات سکونت را برای ساختمان‌های تجاری تا درصد معینی کاهش دهد. به عنوان مثال، طبق قانون تنها تعداد معینی از مردم می‌توانند وارد والمارت محلی شوند، زمانی که ما در این وضعیت خطر بالا قرار داریم. در حالی که محدودیت‌ها و محدودیت‌های ظرفیت هواپیما، حمل و نقل عمومی و ساختمان‌های تجاری برای برخی کشورها وجود دارد. این باید در سراسر جهان اجرا شود. الزامات فاصله گذاری اجتماعی در مکان‌های عمومی باید افزایش یافته و به دقت نظارت شود. زیرا پیشگیری بهترین راه حل است. فاصله گذاری اجتماعی بیشترین تأثیر را در بهبود نتایج دارد. استخدام باید برنامه‌های کاری را به هم بزند و اطمینان حاصل کند که میزهای کار مشترک نیستند. گزینه‌های کار از راه دور باید توسط قانون برای مشاغل خاص مورد نیاز باشد. به طور کلی همه ما باید تراکم جمعیت را در سیستم‌های حمل و نقل خود و در مناطق شهری در سطح جهان در طول زمان‌های پرخطر کاهش دهیم. اقدامات پیشگیرانه را حتی زمانی که همه حقایق شناخته شده نیستند اجرا کنید. مهم است که رهبران ما تصمیمات آگاهانه بگیرند. اما رهبران ما نباید زمانی که بیعملی بر زندگی و مرگ میلیون ها نفر تأثیر می گذارد دست به اقداماتی بزنند. مهم است که اقدامات پیشگیرانه انجام شود، حتی زمانی که ممکن است همه حقایق شناخته نشده باشند. برای جلوگیری از گسترش بیماری های عفونی، اقدام مهم است. بشریت اقدامات ساده‌ای را می‌شناسد که می‌تواند جان انسان‌ها را نجات دهد.
بشریت باید سریعاً این اقدامات شناخته شده را به طور فعال اجرا کند تا خطرات شناخته شده برای سلامت و ایمنی را جبران کند. اقدامات پیشگیرانه شامل اجرای اقدامات واکنشی و در عین حال افزایش گسترش اقدامات پیشگیرانه است. اقدامات باید شامل توزیع تجهیزات حفاظت فردی و تجهیزات پزشکی، گسترش و رشد امکانات و منابع مراقبت‌های پزشکی در سراسر کشور، افزایش گزارش دهی، افزایش ردیابی داده ها، افزایش نظارت بر رواندها و افزایش اجرای اقدامات. ارتباطات شفاف باید با مردم به اشتراک گذاشته شود. اجرای زود هنگام ردیابی تماس، قرنطینه و محدودیت های سفر. برای کارکنان مراقبت های بهداشتی وقت بخرید تا به کار گرفته شوند، بسیج شوند و مراقبت کنند. خرید زمان برای کارکنان مراقبت های بهداشتی برای اعضام، بسیج و ارائه مراقبت در مراحل اولیه شیوع بیماری بسیار مهم است. افزایش ظرفیت امکانات مراقبت های بهداشتی ما برای ارائه مراقبت حیاتی است. افزایش منابع در دسترس برای ارائه مراقبت مانند توزیع پرسنل، تخت‌های بیمارستانی، دستگاه‌های تنفس مصنوعی، واکسن‌ها، داروها و تجهیزات حفاظت فردی در مراکز مراقبت‌های بهداشتی حیاتی است. اقدامات برای جذب و آموزش کارکنان مراقبت‌های بهداشتی باید زودتر اجرا شود. دوره‌ها باید به صورت آنلاین در دسترس باشند. برای دریافت گواهینامه و ارتقای صلاحیت داوطلبان باید جوایزی در نظر گرفته شود. آموزش و استخدام زمان می‌برد. ساخت تأسیسات زمان می‌برد. صنعت مراقبت‌های بهداشتی را زودتر رشد دهید، صنعت را حفظ کنید و داوطلبان را پیاده سازی کنید. با کووید 19 صنعت مراقبت‌های بهداشتی و پرسنل ما ضعیف شدند. در سرتاسر کشور امکانات و پرسنل باید برای مواقعی که خطر افزایش می‌یابد، نگهداری و در دسترس باشند. با شناخت اولیه خطرات بهداشتی و ایمنی که در داخل کشور شروع می‌شود، اقداماتی باید برای رشد زود هنگام صنعت مراقبت‌های بهداشتی، حفظ صنعت و اجرای داوطلبان برای پاسخگویی به نیازهای کشور در یک بحران بالقوه سلامت عمومی انجام شود. دولت‌ها باید بودجه تحقیق و توسعه واکسن‌ها و درمان‌ها را افزایش دهند، توزیع منابع و منابع را گسترش دهند، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی را برای همه گسترش دهند، تلاش‌های داوطلبانه را افزایش دهند و خدمات اجتماعی را بهبود بخشند. نتایج را مدیریت کنید و عمر را طولانی کنید تا بدن زمان بیشتری برای مبارزه داشته باشد. برای هر بیماری، فرد باید بار ویروسی یا مقدار میکروب‌های داخل بدن را به حداقل برساند تا به بدن شما فرصت بیشتری برای مبارزه داده و میزان غرق شدن بدن شما توسط ویروس را کاهش دهد. میتوانه این کار را با رعایت بهداشت مثال زدنی انجام داد که شامل موارد زیر است: دوش گرفتن پس از رسیدن به خانه و پس از بیدار شدن یا خوابیدن حداقل 2 بار در روز، شستشوی چشم‌ها با قطره چشم، شستن مرتب دست‌ها، تمیز کردن محتویات بینی، پوشیدن ماسک و دستکش، استریل کردن با الکل. محصولات مبتنی بر مطمئن شوید که سبک زندگی سالمی داشته باشید که شامل ورزش، رژیم غذایی متعادل و پرهیز از رفتارهای پرخطر باشد. بهترین پیشگیری همچنین میتواند به معنای تشخیص زودهنگام باشد، بنابراین از علائم بالقوه آگاه باشید و هم زود و هم اغلب آزمایش دهید. ایده آل از راحتی خانه شما. همه ما باید به سادگی تمام تلاش خود را انجام دهیم. ما باید با شدت بجنگیم.
با هر روزی که در آن زندگی می کنیم، از نظر آماری شانس شما برای زنده ماندن بیشتر است. مطمئن شوید که تمام تلاش خود را انجام دهید و با متخصصان پزشکی مشورت کنید تا نتایج را مدیریت کنید و ظرفیت خود را برای به دست آوردن نتایج بهتر بهبود بخشید. حتما در مورد مراقبت از آسایشگاه یا سایر برنامه‌های در دسترس شما با یک ارائه دهنده پزشکی حرفه‌ای مشورت کنید. بهبود پزشکی مدرن. جامعه باید برای تکامل پزشکی مدرن از طریق تست پیشرفته، درمان‌های پیشرفته، داروهای پیشرفته، واکسن‌ها و تقویت کننده‌ها، فن آوری پیشرفته، امکانات پیشرفته، افزایش تحقیقات پزشکی، بهبود برنامه‌های آموزشی پزشکی، همکاری و مشارکت را تقویت کنید. شفافیت دولتی و سازمانی در مورد مرگ‌ها، تدارکات و تحقیقات علمی. شفافیت و پاسخگویی از اجزای حیاتی هر مراقبت بهداشتی مؤثر در یک کشور است. برای شیوع سارس کاف 2003 از ذات اولریه و علائم مرتبط با تب بالا اقدامات ناکارآمد دولت چین پنهان کردن اطلاعات و غیره. 1. این منجر به افزایش مرگ و میر در سراسر کشور و بین المللی شد. 1. محدودیت‌های سفر به اندازه کافی سریع در چین اجرا نشد. 1. قرنطینه، ممنوعیت سفر و درمان‌ها به اندازه کافی سریع اجرا نشدند. 1. برای بهبود نتایج شفافیت و به اشتراک گذاری اطلاعات مورد نیاز است. همه ما فقط زمانی می‌توانیم آگاهانه تصمیم بگیریم که در واقع مطلع باشیم. زمانی که ما از میزان مرگ و میر واقعی آگاه باشیم، تمایل بیشتری برای انجام اقدامات کافی برای کاهش این مرگ و میرها داریم. جامعه باید در زمان مسائل بهداشتی آگاه باشد. همیشه تأخیر یا تأخیری برای داده‌ها و تحقیقات وجود خواهد داشت. به همین دلیل بسیار مهم است که جامعه به سرعت اقدام کند. داده ها ممکن است به سادگی بدتر از آن چیزی باشد که ما فکر می کنیم، زیرا به اشتراک گذاری داده ها زمان می برد. داده هایی که امروز دریافت می کنیم همیشه بر اساس داده های قدیمی خواهند بود. سوال فقط این است که این داده ها چند ساله هستند. هنگامی که جامعه آگاه باشد، جامعه می تواند به طور مؤثرتری منابع و تحقیقات را برای دستیابی به بهترین نتایج جمع‌آوری کند. با اطلاع رسانی می توانیم خطاهای پزشکی یا اقدامات غیر مستند انجام شده در تلاش برای کمک به موقعیت‌ها را کاهش دهیم. به همین دلیل است که ما باید همیشه اطلاعات را بررسی کنیم و مزایا و معایب همه انتخاب‌هایی را که انجام می‌دهیم ارزیابی کنیم. ردیابی، اشتراک گذاری و نظارت بر داده‌ها، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها برای درک و مبارزه با مسائل بهداشت عمومی ضروری است. بنابراین برای آژانس‌ها برای ردیابی شیوع بیماری‌ها، شناسایی زودهنگام شیوع و ارزیابی اثربخشی اقدامات مهم است. در حالی که حفظ حریم خصوصی افراد مهم است، مهم است که از زندگی دیگران یاد بگیریم، اما به سادگی این اطلاعات را به عنوان مختص به جین دو تشخیص دهیم. تعداد واقعی مبتلایان باید به طور دقیق به جامعه گزارش شود تا اقدامات پیشگیری و واکنش بهتر توسط همه امکان پذیر شود. ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های سفر را زودتر اجرا کنید. محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مسافرتی با کاهش مواجهه با افراد آلوده شیوع بیماری‌ها را در صنعت سفر ما کاهش می‌دهد. بنابراین ما باید آنها را زودتر اجرا کنیم و به طور مداوم در زمان‌های پرخطر اجرا کنیم. مراقبت و آزمایش در منزل را اجرا کنید.
آزمایش به ما امکان می دهد تا اقدامات پاسخ خود را بهبود بخشیم و زمانی که آزمایش ها را از خانه اجرا می کنیم. ما از تحت فشار قرار دادن ارائه دهندگان پزشکی خود در تأسیسات خود اجتناب می کنیم، در حالی که در معرض شیوع جدید بیماری از سوی دیگران به خودمان را کاهش می دهیم. بالعکس، دقت آزمایش در منزل و اثر بخشی مراقبت در منزل باید برای هر بیماری همه گیر مهم باشد. واکسیناسیون و تقویت کننده ها را برای افراد حساس اعمال کنید. واکسیناسیون در جلوگیری از گسترش بیماری ها و بهبود نتایج برای افراد آلوده بسیار مؤثر است. تقویت کننده ها به بدن شما کمک می کنند تا ایمنی خود را حفظ کند و آنتی بادی هایی که به شما در مبارزه با بیماری کمک می کنند. مهم است که همه ما برای کاهش شیوع کووید 19 واکسن بزنیم، اما همچنین برای کاهش مرگ و میرهایی که هنوز در سطح جهانی اتفاق می افتد واکسینه کنیم. اقدامات فوق بر اساس اقدامات ایالات متحده انجام شده برای کووید 19 است که همه در صفحه فیسبوک Survivor Corps و مراجع تحقیق ذکر شده در مقاله medium.com من برای این موضوع توضیح داده شده است.